دشت ورامین در جنوب شرق تهران هر روز شاهد ترک‌های تازه‌ای در زمین‌های کشاورزی و مناطق مسکونی است. اتفاقی که در بخش زیادی از استان‌های ایران در حال وقوع است و به آهستگی در جان زمین ریشه می‌دواند. اما چه چیزی میزان فرونشست را در این منطقه تشدید می‌کند؟ آبگیری سد ماملو دی ماه سال 1386 انجام شد. این سد روی رودخانه جاجرود و در 45 کیلومتری شرق تهران قرار دارد. نماینده ورامین در مجلس گفته است که سد ماملو با هدف تامین آب شرب و کشاورزی مورد نیاز شهرستان‌های جنوب شرق احداث شد، ولی امروز در اختصاص حقابه این سد به دشت ورامین عدالت رعایت نمی‌شود. دشت ورامین مساحتی بیش از 130 هزار هکتار دارد که حدود 60 هزار هکتار آن به کشاورزی اختصاص داده شده. این منطقه، منطقه جنوب شرق تهران هستش. جزء منطقه روستای معین‌آباد جنوب شرق تهران از توابع پیشرو ورامین هستش. در این منطقه ما سالی 10 سانتی متر فرونشست داریم و همینطور که ملاحظه کردید در اینجا شکافتهی به صورت در راستای طولی و عرضی در منطقه مشاهده شده و باعث تخریب زمینه کشاورزی، تخریب کانال‌ها و گاهن هم جهت کانال‌ها عوض شده و آب در اونجا گیر می‌کنه و آب انتقال پیدا نمی‌کنه توی این منطقه. و یکی از مناطقی هستش که مخاطر انگیزه و باعث شکاف در دیوارها و زمین‌ها شده. ما اومدیم کورولیشن وابستگی میزان فرونشست اینجا رو با سطح آب‌های زیرزمینی بررسی کردیم و کورولیشن بسیار بالایی داره. یعنی در این منطقه آب‌های زیرزمینی، حالا عددشون نمیگم، ولی به شدت سطحش کاهش پیدا کرده و متناسب با همون هم سطح زمین فرونشست داشته و دقیقاً یعنی ارتباط مستقیمی بین فرونشست و کاهش آب‌های زیرزمینی در این منطقه مشاهده شده که استخراج بی‌روی آب‌های زیرزمینی در این منطقه علت اصلیشه. ما اومدیم با آخرین پردازشی که انجام دادیم تهران، جنوب غرب تهران و جنوب شرق تهران، ریت فرونشست سالیانه تغییر چندانی نداشتیم، در حد همون 1-2 سانتی که اینم در حد خطای خودمون هستش، ولی متاسفانه در بعضی از قسمت‌ها پهنه فرونشست یک مقدار گسترش پیدا کرده که به اطلاع مسئولان هم رسوندیم اون پهنه رو. متاسفانه بعضی از این مناطق فرونشست تو مناطق مسکونی هم قرار داره، تو سطح خاک طبیعی آب و هوا هستش، ما داریم آبش رو می‌کشیم بالا، بنابراین فشار جاذبه و فشار وزن خاک باعث میشه این دانه‌های خاک به هم دیگه چسبیده بشه به زبان خیلی ساده و متراکم بشه و به مرور زمان دیگه این خاک قابلیت زهکشی و انتقال آب و هوا رو نخواهد داشت و زمین به همین طور که ملاحظه میکنید بایر خواهد شد. گفتم خدمتون پولش از زلزله پنهانه و اثراتش در طی زمان آنی نیستش مثل زلزله و طی مثلا زمان 20 سال 30 سال در آینده خودش رو حتما نشون خواهد داد. خوشبختانه هنوز به مناطق مرکزی تهران پولش از گسترش پیدا نکرده. حاشیه تهران هستش، جنوب غرب تهران. خوشبختانه هنوز رشد نداشتیم. در حوزه پرورش دام، ورامین 189 واحد پرورش گوسفند دارد که سالیانه 2161 تن گوشت قرمز تولید می‌کنند. در حوزه تولید شیر نیز این شهرستان 183 واحد دام شیری دارد. 1095 واحد دام پروری گوساله، 3 واحد پرورش شتر، 18 واحد مرغ تخمگذار و 51 واحد مرغ گوشتی تنها بخشی از آمار استقرار صنایع دامی آب بر در این شهرستان است. این آمار را در کنار میزان نیاز تولید 1 کیلوگرم گوشت به آب قرار دهیم. برای تولید 1 کیلوگرم از انواع گوشت بین 10 تا 15 هزار لیتر آب نیاز است. ورامین 45 هزار هکتار اراضی زیر کشت دارد که 35 هزار هکتار آن زراعی و 10 هزار هکتار گلخانه‌ای و کشت قالب گندم و جو است. در حال حاضر 18 هزار هکتار از این اراضی از آبیاری تحت فشار استفاده می کنند. به طور متوسط در سالهای نرمال که 250 میلیمتر بارندگی در کشور وجود داشت، با توجه به وسعت ایران حدود 430 میلیارد متر مکعب ریزش جوی داشتیم که 70% آن تبخیر و 30% به روان آب و آبهای زیرزمینی تبدیل می شد. در شرایط فعلی به دلیل برداشت‌های بی‌رویه و مدیریت نامناسب آبهای زیرزمینی، بیش از 140 میلیارد متر مکعب از منابع آبی استراتژیک خود را مصرف کرده ایم و در حال حاضر با توجه به تغییر
اقلیم متوسط بارندگی به 235 میلیمتر رسیده و میزان آب‌های تجدیدپذیر هم به کمتر از 100 میلیارد متر مکعب کاهش یافته. بخش کشاورزی به عنوان عمده مصرف کننده آب کشور در منابع سدی و زیرزمینی شناخته می شود. طبق بررسی های جهاد کشاورزی، سالیانه حدود 69 میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی آب مصرف می شود. از 800 هزار حلقه چاهی که در حال حاضر فعالیت می کنند، بیش از نیمی از آنها غیر مجازند و 92% از تولیدات کشاورزی در ایران وابسته به آب آبیاری است. حدود 69 تا 68 میلیارد متر مکعب آب. ولی با این حال این مصرف آب هم در جایگاه خودش زیاده که دنبال وزارت نیرو به شدت دنبال این هست که تو اونجایی که امکان داره این مصرف آب رو کمتر بکنیم و ما به هیچ عنوان الان در این شرایطی کشور به دنبال توسعه افقی در کشور در بخش کشاورزی نیستیم. دنبال توسعه عمودی هستیم، یعنی سطح زیر کشت رو کاهش بدیم و به جای اون بیان روی بحث بهره‌وری، افزایش بهره‌وری متمرکز بشیم. خب و وقتی بحث توزیع، یعنی در قدم اول توزیع و تخصیص با وزارت نیرو، بایستی سعی بکنیم متناسب با بیلان آبی که داریم و اون عرض اولیه که خدمت شما داشتم، کاهش روان آب و کاهش ورودی آب به سفره‌های آب زیرزمینی، طوری برنامه‌ریزی بکنیم در عرضه آب و تخصیص آب که این عرضه و تخصیص آب متناسب با اون ورودی آبمون باشه، متناسب با اون بیلان به حساب دشتمون باشه. در درجه اول دستگاه متولی که وزارت نیرو هست باید برنامه‌هاشو طوری تنظیم بکنه که متناسب با بیلان آب و عرضه بکنه و وزارت جهاد کشاورزی بیاد با این آب قابل عرضه شده جدید خودشو وفق بده، برنامه‌هاشو سازگار بکنه با این. که عمده این بحثا به همین دلیل در کارگروهی به نام کارگروه سازگاری با کمابی کارگروه ملی هست در کشور که وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، سازمان صنعت، عرضم به حضور شما آب و فاضلاب شهری و همه اینها و زیر نظر استانداری ها توی استان ها عضو این کارگروه هست. حالا برآوردی که وزارت و دوستان وزارت نیرو میدادن میگفتن سالی 6.5 میلیارد متر مکعب ما کسری مخزن داریم. الان در یک برآوردی که دوستان داشتن از چاهای مجاز غیر مجازی که شناسایی شده بالغ بر 7.3 میلیارد داره آب به صورت غیر مجاز داره برداشت میشه، یعنی آب نه اینکه برداشت بشه، داره غارت میشه توسط چاهای غیر مجاز، که اگر بتونن جلو این همین پدیده رو هم گرفته بشه خب کمک میکنه به اون جبران 6.5 میلیاردی. ضمن این که یه سری برداشت‌های دیگه هم داریم، شما در نظر بگیرید تعداد باغ‌ویلاهایی که غیر مجاز الان توی کشور هست و این باغ‌ویلاها همشون دارن آب مصرف میکنن، برق مویی به هیچ عنوان هم در عرصه چیز در تولید کشاورزی که نقشی ندارن. آبی که در محصولاتی که الان ما کش کردیم میزان آبی که مصرف شده چیز حدود 69 میلیارد، 65 تا 69 میلیارد. اگر 130 میلیارد پایه باشه، یعنی بر اساس آب 130 میلیارد آب تجدید پذیر که دیگه اون 130 میلیارد ما نداریم که قطعا میره نزدیک 50%، ولی اگر بر اساس 100 میلیارد آبی باشه که اخیراً اعلام میکنه وزارت نیرو که آب تجدید پذیر ما 100 میلیارد میشه 69% 69% آب تجدید پذیر ما داره توی بخش کشاورزی، که این هم ما قبول داریم که مصرف آب زیاده، داریم رو کار میکنیم که این 69% هم کمتر بشه. خب ما الان حدود 800 هزار حلقه چاه داریم که 400 هزار تاش غیر مجازه. خب الان متعلی رسیدگی به این چاهای غیر مجاز که از چنین به هر حال وزارت نیرو از اون میگه ببینید وزارت جهاد کشاورزی به هیچ عنوان مجوز هیچ منبع بهره برداری از هیچ منبع آبی رو نمیده. عرض کردم طبق قانون این وظیفه به عهده دوستان وزارت نیروه. وزارت نیرو یک مقداری از بحث آب‌های زیرزمینی طی چند سال گذشته، سنوات گذشته، یک مقدار غافل شده و بیشتر تمرکزش روی جمع‌آوری آب‌های سطحی بوده. تو شهرک‌های کشاورزی به هیچ عنوان چاه غیر مجاز اتفاق نمی‌افته، چون جزء اصلا اگر هم چه اتفاقی بیفته مجوزشون دچار مشکل میشه. ما به خاطری که مطمئن باشیم این سرمایه‌گذاری رو باید اینجا انجام بده یا حال بخش و تسهیلات بده یا طرف از جیب خودش بده، اولین اقدامی که می‌کنیم میگیم برو شما مجوز اداره مورد آب تو بگیر، از آب منطقه‌ای مجوز بگیر.
میزان فرونشست سالانه در جنوب غرب تهران 24 تا 25 سانتی متر است. برآوردها نشان می‌دهد که در مناطق جنوب غربی این استان فرونشست حدود 24 سانتی متر در سال است، در حالی که استانداردهای بین‌المللی فرونشست 4 میلیمتری در سال را مرز بحرانی تعریف کرده، نرخ فرونشست در دشت ورامین سالیانه 17 سانتی متر است.